سلام، امروز اومدیم با پارت سوم قسمت سه تاریخ نستعلی یا تاریخ خوشنویسی. حتما کانال سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید، لایک یادتون نره ویدیو بکنید. بی وقت بریم سراغ ویدیو. به باور الین رایج که نسخه های تاریخدار یا قابل تاریخ گذاری سیر تکاملی نستعلی از سده 8 هجری قمری را به دقت بررسی کرده بود، نستعلی تنها از نسخ داده شده است و این مطلب باور رایج درباره آفرینش آن از پیوند نسخ و تعلیق را به چالش می کشد. او چندین ویژگی متمایز کننده نسخ از نستعلی را ذکر می کند که از آن جمله عبارتند از شیب، ارتفاع، شکل حروف گوناگون به ویژه که و یه و موقعیتشان در سنجش با خط کرسی. این بررسی ها نشان داد که سیره گذار نسخ به نستعلیق شامل 3 دوره می شده که هر 3 در شیراز روی داده است. دوره نخست در دهه های 730 و 740 هجری قمری بوده که کاتبان شیرازی شماره واژگان مربع و روی هم نوشته را افزایش دادند. هدف از این کار احتمالاً زیبایی چشمی صفحه بوده است. دوره دوم در فاصله سالهای 755 و 760 هجری قمری بوده که زوایا به انحنا و انحناها به خطهای مستقیم تبدیل شدند. بدین ترتیب محورهای افقی و عمودی کاهش و محورهای مربع افزایش یافت. دوره سوم در نسخه ای از مجموعه آثار عماد فقیه به تاریخ 772 هجری قمری رخ نمود که نخستین ظهور فرم پیشرفته نستعلیق بود. درباره تایید و اثبات خواستگاه شیرازی نستعلیق، رایت به مدرک مکتوب نیز دست یافت که آن را جعفر بایسنقری پیرامون سال 833 هجری قمری نوشته است. این سند نزدیک به 50 سال پیش از وقایع مذکور در آن نگاشته شده و از این رو قدیمی ترین منبع توصیف پیدایش نستعلیق است. در ایران دو سبک نگارش نستعلیق به کار رفته، یکی به نام سبک جعفر یا ازهر تبریزی در سده نهم شاگرد میرزا جعفر بوده در دربار تیمور در هرات که بسیار تحسین برانگیز بود و پس از پیرایش به دست سلطان علی مشهدی در خراسان رواج گرفت و از همین رو به شیوه نستعلیق خراسانی یا شرقی شناخته می شود. سبک دوم شیوه عبدالرحمن خوارزمی و پسرانش است، عبدالرحیم و عبدالکریم، خوشنویسان دربار سلطان یعقوب. در اواخر سده نهم هجری بود که در غرب و جنوب ایران استفاده می شود و از این رو شیوه غربی نامیده شده است. در شیوه غربی حروف و کلمات فرمی تند و تیز دارند، کشیدگی ها صاف و بلندتر از حد معمولند و دوایر نیز نسبتاً بزرگند. روی هم رفته اندازه های حرف و کلمه متناسب نیستند و در نتیجه استحکام ظرافت شیوه شرقی یا خراسانی را دارا نیستند. به سبب این کاستی ها سرانجام سبک غربی در ایران از بین رفت، اما می توان اثر آن را در نستعلیق افغان، هندی و پاکستانی شناسایی کرد. آثار خوشنویسان شیوه غربی در ایران به جز سلطان علی کمیاب است. در این آثار در کتابخانه سن پترزبورگ و کتابخانه ها و موزه های ترکیه موجود است. مهمترین مجموعه این شیوه هم مرقعه گردآور سلطان یعقوب است. اما شیوه شرقی که در سده های پسین تکامل یافت نستعلیقی است که در حال حاضر در ایران رواج دارد. این شیوه از میرعلی تبریزی در تبریز توسط جعفر به هرات رسید. جعفر از تبریز به هرات رفت و در دربار بایسنقلی میرزا مشغول شد.
نه سلیق و سرعت پله های پیشرفت را در نوردید و محبوبیت را تمام یافت. سامان یافتن فرم نسلیق و زیبایی آسان نویسی و سرعتش سبب شد که از اقلام سته در ایران پیشی گیرد و مورد اقبال عمومی واقع شود. در فاصله 150 سال از روزگار تیمور و شاهرخ تا دوران سلطان حسین بایقرا دوران رشد و پیشرفت نستعلیق بود، به گونه ای که با وجود استفاده از دیگر خطوط در کتاب قرآن و کتاب و کتیبه این خط قلم ویژه ایرانی شد و احتمالاً از آغاز صده نهم هجری قمری نستعلیق خط بیش از 3-4 کتاب ایرانی بوده است. در 833 هجری قمری به فرمان بایسون قور میرزا که خود خوشنویسی به نام بود، شاهنامه بایسون قوری به خط نستعلیق جعفر تبریزی کتابت شد. فرم استوار و اصیل نستعلیق در انگشتان سلطان علی مشهدی قوام یافت. عمده دوران فعالیت سلطان علی در دربار حسین و وزیرش علی شیرنوایی گذشت. این دوره نستعلیق به جایگاه های درخشان دست یافت. هنرمندان این دوره تنها به خوشنویسی نستعلیق بر کاغذ بسنده نکردند و از این رو هنر قطاعی را نیز به دو صورت تکه چسبانی و کاغذ بنری گسترش دادند. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغل سابسکرایب رو من بزنید و لایکیاتون نره بکنید. حتما ویدیو قبلی هم ببینید در مورد تاریخ نستعلیق، 1 و 2 رو ببینید و وسط پارتای بعدیش هم درست میکنم. خیلی ممنون، خدافظ.